سلام میکنم به همه شما، خوش آمد میگم به همه شما، تشکر میکنم که شرکت کردید تو این کنفرانس. کنفرانس کارگری از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندانی فریدم نا برگزار میشه. این کنفرانس اهدافی رو در دستور خودش گذاشته و خواستای رو اعلام کرده و ما تلاش داریم صدای کارزاری باشیم، کمپینی باشیم که همکنون در ایران در جریان کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، کمپینی که از طرف اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده از درون زندان اعلام شد در آستانه روز جهانی کارگر و بعد به حرکت اجتماعی تبدیل شد، به کارزار اجتماعی تبدیل شد و پاسخ خیلی وسیع و گسترده‌ای در سطح بین‌المللی گرفتش. و خب این کمپین ادامه داره، به چه صورت؟ با پیشبرد و تحقق اون خواستی که اعلام میکنه. یک خواست مهم این کمپین اینه که تمامی پرونده های تشکیل شده امنیتی تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی باید لغو بشه، باید باطل بشه تمامی. و کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید بشه. اسماعیل عبدی تو همین فاصله دستگیر شده و در همینجور بهنام ابراهیم زاده در زندان هستش. آتنا دائمی از فعالین اجتماعی در همین روزهای اخیر دستگیر شدش و در زندان الان ما با اعتراض روبرویم از طرف زندانیان سیاسی که به احکام امنیتی که براشون صادر شده اعتراض دارن، دست به اعتصاب زدن، اعتراض کردن و در این رابطه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کارزاری رو به راه انداخته و به همین دلیل این اتفاق مهمیه و ما در ادامه این حرکت و این اعتراضات قرار داریم. خب ما این کنفرانس رو به تمامی نهادهای بین‌المللی اطلاع دادیم، خواستامون رو اطلاع دادیم و اعلام کردیم که حمایت و پشتیبانی کنن. و خوشبختانه با وجودی که فرصت زمان بسیار کوتاهی بودش ما پاسخ خوبی گرفتیم و خیلی از اینا میخواستن از طریق اسکایپی بیان مستقیم توی این کنفرانس شرکت کنن، ولی به دلیل مشکلات اینترنتی احتمالا اگه پیش بیاد و اخلالی به وجود بیاد اینها اصرار داشتن که ما پیام‌هاشون رو ضبط کنیم و پخش بکنیم و شما در طول این کنفرانس پیام‌های پرشور این عزیزان رو، این اتحادیه‌های کارگری رو، شخصیت‌های کارگری رو میشنوید، میبینید و یه تصویر پرشوری از همبستگی بین‌المللی کارگری میده به راستی و بسیار شورانگیزه. اما جدا از این مسئله، خب این کنفرانس سخنرانان دیگه هم داره. رضا رشیدی در این کنفرانس صحبت میکنه که رضا رشیدی از فعالین کارگری در ایران بوده و چند سالیه به خارج کشور اومده و در این کنفرانس صحبت میکنه از اعضای فعال کمپین برای آزادی کارگران زندانی. همینطور مژگان مظهر سرمدی اینجا صحبت میکنه و پیام صحبتی هم داریم در مورد آتنا دائمی و آخرین صحبت‌ها و نامه‌هایی که داده که بهار میلانی اونها رو اینجا براتون ارائه خواهد داد. اما اجازه بدید یه مقدار برم سر خود موضوع، خیلی کوتاه صحبت میکنم برای اینکه پیام‌ها زیاده و فرصت کنیم بحثامون رو دنبال بکنیم. کارگر زندانی، معلم زندانی، فعال اجتماعی زندانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که گفتن معیشت منزلت حق مسلم ماست، یعنی کسانی هستن که میگن دستمزدمون رو میخوایم، به موقع میخوایم، یعنی کسانی هستن که میگن ما خط فقر رو قبول نداریم و میخوایم زندگی انسانی داشته باشیم، یعنی کسانی هستن که میگن ما حق تشکل داریم، حق اعتصاب داریم، روز جهانی کارگر روز ماست. اینها رو زندانی میکنن. فعال دفاع از حقوق کودک کسی که میگه من کار کودکان باید ممنوع باشه و به دور از اینکه خانواده اینا چه شرایطی دارن اینا باید تامین باشن و باید خانواده هایی که از نظر معیشتی در تنگنا هستن مورد حمایت قرار بگیرن که مجبور نشن بچه هاشون رو بفرستن برای کار و اینا در زندانن. و یا به طور مثال معلمی مثل اسماعیل عبدی، اسماعیل عبدی از معلمین معترض، از معلمین محبوب، از چهره‌های سرشناس
کسی که اعتراض میکنه علیه سرکوب جمهوری اسلامی در همون بیانیه مشترکی که با جعفر عظیم‌زاده داده و در واقع اون بیانیه اعتراضش به زندگی زیر خط فقر و ریاضت اقتصادی و خواستش زندگی انسانی، اسماعیل عبدی رو دستگیر کردن با 6 سال حکم. و جعفر عظیم‌زاده است. جعفر عظیم‌زاده 17 سال حکم زندان داره به خاطر اینکه مبارزه کرده در دفاع از حقوق کارگر و صدای کارگران بوده. جعفر عظیم‌زاده از چهره‌های شناخته شده کارگری است و نه تنها کارگری، اجتماعی امروز. و می‌بینیم که زندانی سیاسی است. بهنام ابراهیم‌زاده یکی دیگه از این چهره هاست که بهنام ابراهیم زاده 5 سال رو در زندان گذرونده، ولی با وجود این میبینیم دوباره 7 سال و 10 ماه دیگه بهش حکم دادن، چرا که در زندان هم میگه همچنان صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی، همچنان اونجا هم میگه مبارزه من بر حق بوده، من فعال دفاع از کارگرم، من فعال دفاع از حقوق کودکم، من فعال دفاع از حقوق انسان ها هستم. و آخرین بیانیه‌شون همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی در رجای شهر هست که میگه من دفاع از حقوق بشر برای من یعنی نه به اعدام، حقوق بشر برای من یعنی فرق نباید باشه، حقوق بشر برای من یعنی برابری زن و مرد، حقوق بشر برای من یعنی یک زندگی انسانی. و از اونجا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر این بیانیه رو میدن و میگن که خب خیلی اصلا میگن حقوق بشر، اما اونجایی که به طور واقعی حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه اونا نیستن و یک بند معین اعدام در این حقوق بشر وجود نداره، یا حقوق بشر به شرط حفظ مالکیت. و میگه که من حقوق بشرم برای اینکه من میگم نباید فقر باشه، به ریشه همه اینا فقره، و میگه این مبارزه رو حق خودمون میدونیم. این بیانیه آخرین بیانیه ای که اینها از درون زندان دادن. میخوام بگم این پدیده است به عنوان کارگر زندانی و معلم زندانی، فعال سیاسی زندانی، این و این اوج بربریت و اوج توخشه. همین پدیده رو که نگاه بکنی جامعه باید تکون بخوره. و میبینیم که امروز شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد هر روز بیشتر داره میاد تو خیابون. فیلم ها و تیکه های از کلیپ هاشو اینجا آوردم میذاریم ببینید که چطور جلوی مجلس شعار میدن کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. همین تو اعتراضات دو هفته گذشته کارگران شرکت واحد جلوی مجلس با همین شعار به خیابون اومدن. و یا در هنگامی که جعفر عظیم‌زاده در زندان بود در جلو مجلس این شعار سر داده شد، یا معلمان تو اعتراضاتشون تو همین مبارزات اخیرش معلمان بازنشسته یک شعارشون همین بود و شعار اعتراضشون به حقوقهای نجومی و وضع فقر و فلاکتی که تو جامعه هست و زندانی کردن کارگر و معلم هستش. و این پدیده است. میخوام بگم جامعه به این اعتراض داره و یک جنبشی در دفاع از حقوق کودک، در دفاع از حقوق کارگر، در دفاع از حقوق انسانها ببین تو چنین ابعاد اجتماعی جاری هست و در کنارش علیه سرکوبگری ها، علیه زندان و برای آزادی زندانی سیاسی. برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه میگم لابلای این جلسه و این نشست ما سعی میکنیم تیکه های صحبت های خود این کارگر، خود این معلم ها که صحبت کردن و میگن چرا ما در زندان هستیم و اینجا پخش بکنیم، صحنه های از این مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کلیپ هاش اینجا من دارم اینجا پخش میکنیم که چقدر شور انگیزه، و پیام های پرشوری که دریافت کردیم و اینجا پخش میکنیم. در این قسمت تیکه از صحبت‌های بهنام ابراهیم‌زاده رو که توضیح میده چرا اون در زندان هست رو ما با هم دیگه میبینیم. با درود به همه زنان و مردان کارگر، کارگران، فعالین کارگری، تشکلا و اتحادیه کارگری، برای رسیدن به خواسته همان تنها یک راه داریم، وحدت و یک پارچگی و اتحاد. وحدت و یک پارچگی تشکیلاتی ما هر مانعی را در برابرمان برخواهد داشت. نباید مایوس شویم. با تمام توان و قدرت
برای پیشبرد اهدافمان و حقاق طبقه کارگر و علیه دستگیری ها و احکام ناعادلانه فعالین کارگری تلاش کنیم. ادامه این را هوشیاری و صداقت و احساس مسئولیت می‌خواهد. باید بر اشتباهات درس گرفت و وحدت و یکپارچگی حفظ شود. ما فعالین کارگر به عنوان مبارزان منظم طبقه کارگر با ایمان متحدی که برای یک آرمان با ارزش و انسانی مبارزه می‌کنیم و هر بها و هزینه‌ای را که تاکنون متحمل شده ایم، باید هر وظیفه‌ای را که تاریخ و جنبش بر دوش ما می‌گذارد بپذیریم و بهای انجام آن هرچند سنگین و پرهزینه باشد بپردازیم. این خط و مش و این اندیشه و راهنمای ما در تمام دوران حیات سیاسی ما و فعالیت های کارگری ما بوده و خواهد بود و قدمی بر نخواهیم داشت جز در دفاع و به نفع طبقه کارگر. بهنام ابراهیم زاده، مرداد ماه 92. نام ابراهیم زاده. و میبینید که کارگری که 5 سال در زندان گذرونده، 7 سال و 10 ماه زندان گرفته و میگه ما کوتاه نمیاییم و ما مبارزمون رو ادامه میدیم. این فضای جامعه ایران، فضای اعتراض کارگر و معلمه و میبینید که زندان هم سخت نیست، ادامه اعتراض تو خیابون زندان هم. در این قسمت از رضا رشیدی درخواست میکنم بیان اینجا صحبتشون میکنم. با سلام به شما عزیزان و با تشکر از سازماندهندگان این کنفرانس که منو به این کنفرانس دعوت کردن. من فکر میکنم اینجا در رابطه با امنیتی کردن پرونده فعالین کارگری و اجتماعی لازمه که به نوبه خودم صحبتی بکنم. راستش تو ایران موقعی که میخوای از خونه بیای بیرون، از همون موقع امنیتی کردن پرونده شروع میشه. یعنی موقعی که از خونه میای بیرون چهره فقر رو تو جامعه میبینی. از صبح ساعت نمیدونم 6 صبح 5 صبح که میای بیرون کودک کار رو میبینی، بعدش میبینی که خانواده هاشون با چه مشقتی دارن زندگی میکنن و کارگر که ماها برای اینکه فقط زنده بمونه کار میکنه ولی دستمزدش پرداخت نمیشه و موقعی که میره میگه که آقا دستمزدمو بدین، فقط همین، میگن که تجمع کردی و بر علیه منافع ملی و مملکت تو دوچار چی میگن اختشاش میکنی و تو منافع ملی رو به خطر میندازی. از همون موقع پرونده شروع میشه و فعالین کارگری هم از این قاعده مستثنا نیستن و یکی از رهبران در واقع فعالین کارگری و کارگرها من میخوام راجبش صحبت بکنم، جعفر عظیم‌زاده است. جعفر عظیم‌زاده رو خب من سالهاست میشناسمش. در سال 83 جزو اولین سازماندهندگان برگزاری مراسم اول ماه مه توی تهران بود که اولین مراسم علنی بود. بعد از اون جزو بنیانگذاران کمیته پیگیری برای آزادی تشکل‌های کارگری در ایران بود و تا زمانی که عضو کمیته پیگیری بود همیشه عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری بود و از بنیانگذاران بود و تمام زندگیش رو وقف فعالیت در برای آزادی واقع و رفاه اون جامعه، نه کارگر، کودک کار، مرد، زن، هر کسی که اونجا داره زندگی میکنه و با حاکمیت جمهوری اسلامی زندگیش به یغما رفته و زندگی تو اون مملکت تباه شده، شادی از اون مملکت به قول معروف رخت بربسته، شاد بودن جوان تو اون مملکت جرمه. جعفر تمام زندگیش رو برای این گذاشته و در این را فعالیت کرده و در اول ماه مه پارسال هماهنگ با اسماعیل عبدی یکی از رهبران معلمان
و عضو کانون صنفی معلمان، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، مبارزه ای رو شروع کرد که یک فرصت در واقع تاریخی رو به همراه خودش آورد که این فرصت تونست به هر حال از خیلی از امکاناتی که توی اجتماع بود، خیلی از اعتراضاتی که توی اجتماع بود رو متمرکز بکنه، یک کاسه بکنه و دستاوردهای بسیار خوبی هم داشت توی این رابطه. و دیدیم که تقریبا تو تمام دنیا اتحادیه‌های کارگری و سندیکای کارگری و فعالین کارگری اومدن پشت اون حرکت و اون حرکت تبدیل شد به یک فرصتی برای اینکه صدای کارگر، صدای معلم و صدای تمام کسانی که توی فضای امنیتی جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن رساتر به گوش برسه. و مسئله کلیدی که این توی این رابطه هست، این خواستی که از مهمترین خواسته های طبقه کارگر ایرانه، یعنی اگر این خواست بتونه به پرچم جامعه تبدیل بشه، تشکلیابی کارگر به مراتب آسان‌تر میشه. اگر این خواسته به پرچم جامعه تبدیل بشه، راه در واقع فعالین که برای لغو کار کودک دارن کار میکنن راحت‌تر میشه. دیگه آتنا دائمی مجبور نیست، یعنی نمیتونن زندانش بکنن به خاطر اینکه در دفاع از حقوق زنان مطلبی نوشته. آرش صادقی لازم نیست توی زندان بیفته و به خاطر اینکه همسرش توی زندانه اعتصاب قضا بکنه که بگه همسر من برای یک متنی که نوشته شده و حتی چاپ هم نشده برای سنگسار باید زندان طولانی مدت بگیره. اگر این خواست تمام جامعه بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به مراتب عقب خواهد نشست و راه رسیدن به بسیاری از خواسته هایی که امروز خواسته مردم، تمام مردم ایران هستش، هموارتر میشه. من صحبتم تا همین حد بود. خب اینجا فرصت خوبیه که تیکه‌ای از صحبت‌های جعفر عظیم‌زاده رو که بعد از اینکه از زندان آزاد شد اینجا بشنوید. من اسماعیل عبدی عزیز از درون زندان حول پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشتن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی این خواست رو مطرح کردیم، اون رو تبدیل به یک جنبش عظیم کردن این دوستان، دست در دست هم اصلاح معلمان کارگران اون رو تبدیل کردن به یک جنبش عظیم. اما تا اونجا که به مطالبه های این جنبش برمیگرده به طور مشخص برشمردم، واقعیت اینه که هنوز اتفاق در خور تأملی برای تعقل ها به نظر من رخ نداده، هرچند که اسماعیل عزیز، بهشتی، آقای رسول بداغی، عجیزه هاشمی و من امروز تو خونم هستم، اینها آزادن. این به نوبه خودش واقعا شرف‌انگیزه، اما هر لحظه امکان این که به ویژه آقای اسماعیل عبدی و یا بهشتی یا من برگردم زندان وجود داره. و مهمتر از اینها هنوز بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی علی‌رغم 7 سال زندان پرمشقت، خیلی پرمشقت بوده زندان این دوستان، بهنام بخشش مریض بوده، محمد جراحی خودش مریض بوده توی زندان، علی‌رغم این 7 سال اونا هنوز آزاد نشدن، باید فوراً بی قید شرط آزاد بشن. به این معناست که من این بحث رو مطرح میکنم که واقعاً این جنبش که الان شکل گرفته در واقع در آغاز راهیه که به نظر من نهایتاً باید به اون جایی ختم بشه که کارگران، معلمان، پرستاران، همه زحمتکشان قادر بشن تشکل‌های خودشون رو، تشکل‌های مستقل خودشون رو برپا بکنن، قادر بشن اعتراضات محلی و سراسری برای دستیابی به مطالبات بر حقشون سازمان بدن، بدون اینکه اعتراضاتشون امنیتی بشود و بدون اینکه با اقدامات سنگین امنیتی به زندان‌های طویل مدت مواجه بشن. علاوه بر این مطالبه که ما برحال از من و اسماعیل عبدی از داخل زندان مطرح کردیم، مسئله افزایش دستمزدها مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر، واقعیت اینه که جامعه ما، کشور ما، یک کشور بسیار ثروتمندیه
و بالاترین سطح مزد رو میتونه کارگر داشته باشه، رفاه بالایی داشته باشه، افزایش دستمزد همونطور که گفتم مطابق با استانداردهای زندگی امروزی، مزد برابر در ازای کار برابر که با وجود شرکت‌های پیمانکاری کاملا در حدود میلیونی در واقع داره پایمال میشه، حق برپای تجمع، حق برپای اعتصاب، حق برپای تشکل مستقل بدون کسب اجازه از دولت کارفرما، ارزم به خدمت شما تضمین امنیت شغلی، اینها به مثابه حقوق بنیادین کارگران و معلمان اون چیزهایی هستن که ما خواهان تحققش هستیم، حداقل‌هایی هستن که این مملکت باید تحقق بشن. و من به نوبه خودم به عنوان یک کارگر به اطمینان دارم دوستان معلممون هممون چه در زندان باشیم چه بیرون باشیم برای تحقق مطالبات مبارزه خواهیم کرد و هیچ کس نمیتونه این حق مبارزه را از ما سلب بکنه. هیچ قدرتی نمیتونه به ما بگه نون نخواهید، خواهان بهبود شرایط زندگیتون نشید. هیچ قدرتی این کار رو نمیتونه بکنه، هرچند که ما رو به زنجیر بکشه. بله، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو به زنجیر بکشه و بگه نون نخواهید. این پیام کارگران ایرانه، این پیام معلماست، این جنبشه که جریان داره. و صحبت های جعفر عظیم‌زاده رابطه بین مبارزه برای زندگی و معیشت و یه زندگی انسانی رو با زندان رو به روشنی داره بیان میکنه. اجازه میخوام الان اولا مژگان عزیز بفرمایید، مژگان مظهر سرمدی ادامه بدن میشنن اینجا. قبل از اینکه مژگان صحبت هاشو شروع کنه، پیامی داریم از کانادا که این پیام رو اینجا برای شما پخش میکنیم. پیام از استفانی اسمیت، رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا. این پیام رو پخش میکنیم و بعدش باز بحثامون رو دنبال میکنیم. Hi, I'm Stephanie Smith, President of the BC Government and Service Employees Union. And on behalf of our more than 70,000 members, we'd like to send a message of solidarity with the labor movement in Iran in their struggle for basic labor rights. We support the cause of Iranian workers through the Free Them Now campaign. We understand that there are many workers, teachers, children's rights activists, and other political prisoners who are being jailed simply because of their union activity. The new clause in the labor law stating that union activities can be classified as acting against national security and peace is shameful. Iran is a member of the International Labor Organization, and calling workers' defense of their rights a threat to security is against and a violation of the ILO conventions. We demand that all charges against trade unionists under the new security clause of the Iranian labor law be canceled immediately and that all of those political prisoners be freed. We call on the Iranian government to respect workers' rights and the right to free association. We stand in solidarity with workers that are currently in jail and we'll continue to demand your release. Solidarity forever. اینجا داره میگه سلام، من استفانی اسمیت، رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا هستم. از طرف بیش از 70,000 عضو این اتحادیه پیام همبستگی خود با جنبش کارگری در ایران را در مبارزه برای حقوق پایه‌ای کارگری به فریدم نا کمپین برای آزادی کارگران در ایران تقدیم میکنم. ما از امر کارگران ایران در کمپین آزادی کارگران پشتیبانی میکنیم. ما اطلاع داریم که بسیاری از کارگران، معلمان، فعالین دفاع از حقوق کودک و دیگر فعالین سیاسی و
به خاطر فعالیت کارگری و اتحادیه‌ای زندانی شدند. اینکه در لایحه جدید اصلاحیه قانون کار فعالیت اتحادیه‌ای به عنوان یک اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود شرم‌آور است. ایران عضوی از سازمان جهانی کار ILO است و من این احکام امنیتی را نقض مقاول نامه های سازمان جهانی کار می دانم. خواست ما این است که تمام احکام صادره برای فعالین کارگری و اجتماعی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی باید فوراً لغو شود و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. ما از حکومت ایران اکیداً می خواهیم که به حقوق کارگران و آزادی حق تشکل احترام بگذارد. ما روی همبستگی کارگری با کارگران زندانی مصر هستیم و تا آزادی همه آنها به حمایت خود ادامه می دهیم. زنده باد همبستگی برای همیشه. خب ما پیام دیگه داریم از عراق، اینو پخش می کنیم بعد صحبت های مژگان مظهر سرمدی. این پیام به زبان عربی هست، اون رو میشنویم، بعد ترجمه فارسیش اینجا هست. تشکر میکنم از سمیر نوری، از فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی که این رو تهیه کردن، ترجمه کردن و برای ما فرستادن. صباح الخير، اتمنى المتوفق النجاح والتقدم والازدهار. إننا في اتحاد العمل طبق العامية في العراق نعمل عن تضامننا مع عمال إيران ونجب ونبين كل الاختلاءات والاعتقالات التي تحصل في صفوف العمال من الحكومة، لأن العمال هم أساس الحياة، العمال هم صناع الحياة، لكن الحكومات التي تعمل على انتهاك الحريات والحقوق هي التي تقوم بانتهاك حقوق العمال وزجهم في السجون ومتابعتهم أو توجيه العقوبات لهم. ان هذا الاجراء هو الاجراء اللانساني يتعارض مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه. نشد على ايديكم ونعم تضامننا مره ثانيه مع رفاقنا عمال ايران الذين قاموا في الحكومه باعتقالهم او قاموا بملاحقتهم. اننا في اتحاد عن رقابه عمال العراق نشد على ايديهم ونعم تضامننا مره ثانيه. لكم مني كل الشكر والتقدير واتمنى لمؤتمركم النجاح والتقدم خدمه للطبقه العامله في ايران وفي عموم العالم. شکران جزیره مرتضانی وسط. سعید نعمت دبیر کل کنفدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری در عراق، General Federation of Workers Unions of Iraq. با درود رفقای عزیز، برای کنفرانس شما آرزوی موفقیت دارم. از طرف خود و از طرف کنفدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری در عراق همبستگی خود را با کارگران ایران اعلام می کنم. ما دستگیری ها و تعرضات به کارگران ایران را محکوم می کنیم. کارگران آفریننده زندگی و جوهر زندگی هستند. با این حال حکومت به حقوق کارگران تجاوز می کند و کارگر را زندانی می کند. این اقدامات سرکوبگرانه غیر انسانی و تخطی از قوانین بین المللی است. ما به طور کامل از شما حمایت می کنیم و همبستگی خود را با کارگران زندانی در ایران مورد تاکید قرار می دهیم. خب مژگان عزیز اینجا صحبت میکنن، مظهر سرمدی از معلمانی که اخیراً به خارج کشور اومدن و خب توی تظاهرات و اعتراضات بودن و گفتنی هایی دارن در این مورد، صحبتشون رو میشنویم. در ابتدا عرض سلام و درود دارم خدمت همه حضار محترم و تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدین تا شاید به نمایندگی از همه معلمانی که توی ایران 38 سال فشار و ستم مضاعفی رو علاوه بر فشارها و ستمهایی که همه اقشار جامعه دارن تحمل میکنن، این ستم مضاعف مثل طبقات دیگر کارگری بر اونها داره اعمال میشه فقط به جرم اینکه نقش روشنگری و بیدار کنندگی در جامعه ایفا میکنن و اون ترس و واهمه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی از ترویج علم و رشد تفکر منطقی و خردگرایی در نسل جوان داره باعث شده که فشار بیشتری رو و ستمهای مضاعفی رو بر دوش معلمان ایران بگذاره.
فعالیت های صنفی معلمان از ابتدای شکل‌گیری کانون صنفی در سال 1361 تا الان که این کانون به قوت خودش داره مبارزات در واقع مطالباتیش رو پیگیری میکنه همچنان ادامه داشته و اگه ما یک نگاه تاریخی به این قضیه داشته باشیم میبینیم طی دو دهه گذشته بیشتر شده این فشارها و دستگیری‌ها و سرکوب‌ها به خاطر ارعابی که رژیم از خواسته‌های منطقی و به حق جامعه معلمان داشته، مخصوصا از زمانی که اتحاد بین کارگر و معلم به وجود اومد و این ائتلاف باعث شد که رهبران این نهضت بتونن خواسته‌هاشون رو در سطح وسیع‌تری انعکاس بدن و پیگیری‌های مطالبات از سوی کل جامعه فرهنگی بیشتر بشه، رژیم رو بیشتر وادار کرد تا فشارهای خودش رو به صورت سرکوب، شکنجه، تهدید و بازداشت تمام فعالین فرهنگی بروز بده. از اولین در واقع نهضتی که توی دو دهه گذشته اون جنبشی که به وجود اومد توی مارس 2007 بود، سال 86 که در دوره ریاست جمهوری، دوره دوم ریاست جمهوری دولت خاتمی بود و تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت برای مطالبات برحق که خواست همه ما برابری نظام هماهنگ حقوق بود و هیچ نوع قصد و سوء امنیتی در کار نبود. این برچسبی که رژیم از همون ابتدا به همه جامعه معلمان زد که شما نگاهتون نگاه اخلال و براندازی هست و فعالیت صنفی و مبارزه برای گرفتن حق رو یک نوع اغتشاش و براندازی قلمداد کرد، تا امروز که رهبران این جنبش مثل اسماعیل عبدی و مثل دیگر همکاران من به احکام سنگین زندان متهم شدن و در حبس به سر میبرن، من فکر میکنم بد نیست که یک نگاهی به این رویکرد داشته باشیم که چرا واقعا رژیم به این سرکوب وحشیانه دست زده. خب نقطه آغاز این قضیه به این برمیگرده که اعتراض هاشم خواستار، بوداقی، عبدی و بقیه همکاران که به نمایندگی از جامعه معلمان در کانون صنفی فرهنگیان این مطالبات رو مطرح کردن، رفع تبعیض و نابرابری بود، چه برای جامعه معلم چه برای جامعه دانش آموز. وقتی ما هنوز 2000 مدرسه کپری فقط در استان سیستان و بلوچستان داریم، وقتی بالغ بر 8000 مدرسه فرسوده که جان دانش آموزان رو تهدید میکنه و این اعتراض رو اسماعیل عبدی برجستش میکنه، مطرح میکنه توی جلسه و در تریبون مجلس جمهوری اسلامی، خب این مطمئناً برای اونها یک زنگ خطر میشه. وقتی هاشم خواستار میاد بحث نظام هماهنگی حقوق را مطرح میکنه و میگه چرا مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش باید از امتیازهای ویژه برخوردار باشن ولی معلمان که بار اصلی کار در چرخه آموزش رو به دوش میکشن حتی زیر خط فقر باید به سر ببرن، این باعث شد که کم کم این نهضت قوی تر بشه، جنبش گسترده تر بشه و رژیم تنها راه خودش رو سرکوب و ترویج ارعابی هستش که بین جامعه معلمان هست، شاید اونها رو وادار به سکوت بکنه. این وسط اسماعیل عبدی و رسول بوداقی با ائتلافی که با جعفر عظیم‌زاده و دیگر رهبران نهضت کارگری داشتن نشون دادن که هر چند سرکوب ها شدت بیشتری به خودش بگیره، هر چند این برخورد های امنیتی بیشتر بشه، ولی رفع تبعیض از نظام آموزش و پرورش و پیگیری مطالبات بر حق جامعه معلمان خواستی هستش که هیچ معلمی از اون عقب نشینی نخواهد کرد و این روز به روز شدت و قوت بیشتری به خودش میگیره. وقتی ما مشاهده میکنیم در جایی که حاصل دسترنج سالهای تک تک معلمان به نام صندوق ذخیره فرهنگیان 8000 میلیارد اختلاس صورت میگیره و این در صورتی که تمام بازنشسته های فرهنگی از سال 1393 تا الان کوچکترین حقوق و پاداشی دریافت نکردن و کار به جایی رسیده که ما 3 مورد خودکشی در همین ماه گذشته در جامعه فرهنگی داشتیم، این نشان از یک نهضت و یک جنبشی هستش که بالاخره رهبران این جنبش دارن اون رو چه از زندان و چه در بیرون هدایت میکنن. دقیقا از 23 اسفند 1185 تا امروز که 21 آذر 1195 هست و 1845 روز دیگه اسماعیل عبدی باید در زندان به جرم حق خواهی
و با برچسب امنیتی بمونه، جامعه معلمان ایران مصرتر و قویتر از گذشته به پیگیری مطالبات خودشون ادامه میدن. بسیاری از نهادها و در واقع اتحادیه‌های شغلی در سراسر دنیا از جمله سوئد و نهاد آموزش بین‌الملل EAO در حمایت از این فراخوان و کمپینی که برای آزادی رهبران کارگری و معلمان برپا شده پیام‌هایی را صادر کردند و اونها رو مورد حمایت قرار دادن، به خصوص در مورد دستگیری اخیر اسماعیل عبدی و اینکه اونو در روز 19 آبان به غیر انسانی ترین شکل ممکن در حضور زن و سه فرزند خردسالش نیروهای امنیتی ریختن در منزل و اونو بازداشت کردن و برای اجرای حکم 6 سال که به جرم حق‌خواهی و بازخواست مطالبات بر حق معلمان بوده با جرم اخلال در امنیت ملی به بند 8 اوین که همه میدونن وحشتناکترین بند زندان جمهوری اسلامی هست منتقلش کردن. من اینجا بد نمیدونم به صورت فشرده ترجمه پیام یوهان یار استران که دبیر اتحادیه معلمان سوئد هست و این رو برای ما فرستاده و ما این رو در فیسبوک خودمون هم آپلودش کردیم برای دوستان قرائت کنم. اعضای اتحادیه معلمان سوئد و کمیته آموزش این کشور علیه اجرای حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران که در 7 اکتبر امسال از طرف دادگاه عالی به 6 سال زندان محکوم شد، پیامی را صادر کردند. حکم دستگیری و زندان اسماعیل عبدی زمانی صادر می شود که اتخاذ سیاست نئوریبلاری باعث به وجود آمدن بحران در سیاست آموزشی کشور ایران گردیده و ابعاد خصوصی سازی اکنون آموزش و پرورش در ایران را به یک کالای تجاری تبدیل کرده است. ما خبر داریم که بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران در خانواده های فقیر در مناطق روستایی همکنون در سال 2016 از تحصیل محرومند. ما می دانیم که معلمان ایران علارغم محروم بودن از پایه ترین حقوق خیش هنوز به تدریس در کلاس های درس ادامه می دهند. اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان ایران طی سالهای گذشته خواست مصمم آنها را برای تغییر و بهبود در وضعیت زندگی نشان می‌دهد. دستمزد معلمان در ایران بسیار اندک است و آنها مجبور به سکوت و گاه مجبور به مهاجرت می‌شوند. هر سال بیش از 150 هزار نفر دارای تحصیلات عالی از کشور ایران مهاجرت می‌کنند. سرکوب سیاسی و عدم آزادی و دیگر عوامل تعیین کننده در این رابطه از سوی اتحادیه معلمان سوئد محکوم می شود. در این فراخوان ما سریعا خواستار رفع اتهامات امنیتی از نماینده معلمان ایران هستیم. یوهان یارا استران، دبیر اتحادیه معلمان سوئد. خب اینجا جا داره که یه تیکه از صحبت‌های خود عبدی و یه تیکه از صحبت‌های هاشم خواستارو که اینا تو مصاحبه‌های جاهای مختلف بوده و ما اینا رو اینجا آوردیم تو این کنفرانس که ببینیم اینا خودشون چی میگن در این مورد. صحبت‌های خودشون رو بشنویم. صحبت اسماعیل عبدی رو اینجا پخش میکنم. برای جمع‌آوری امضا 40,000 امضا برای دستمزد در واقع کارگران اقدام کردن که بر اساس اون پرونده‌ای براشون تشکیل شد و حالا 6 سال حکم به خاطر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام صادر شده. 15 مورد مصادیقی تو پرونده ایشون آورده شده که همه‌شون کاملا صنفی هستن و هیچ مصداقی با اقدام علیه امنیت کشور ندارن. یعنی اگر در واقع به شکل مستقل یک گروهی بیاد این مسئله رو کالبد شکافی کنه و از وکیل ایشون بپرسید که رو پرونده تسلط داره، اصلا یک مورد غیر شفاف در پرونده جعفر عظیم‌زاده وجود نداره و خب برای جعفر بسیار سخته که بخواد 6 سال به خاطر فعالیت صنفی تو زندان باشه، اونم تحت عنوان اتهامی تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور یا اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. در مورد خود من هم در واقع
به این شکل هست که فعالیت‌های کانون صنفی معلمان در چارچوب قانون و درخواست از دولت برای اجرای قانون هست و فعالیت‌های کانون از سال‌های در واقع اواخر سال‌های دولت اصلاحات وارد فاز امنیتی شد، بعد از اون اعتراضاتی که در سال 83 در واقع نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مزایا برای فرهنگیان و سطح معیشت و منزلت بازنشستگان فرهنگی بودش، اولین دبیر کل کانون صنفی معلمان آقای محمود بهشتی لنگرودی و آقای علی اصغر ذاتی که سخنگوی کانون صنفی معلمان بودن در سال 83 در دولت اصلاحات به زندان رفتن که 40 روز آقای ذاتی در واقع دوره انفرادی رو گذروند و آقای بهشتی هم 19 روز. ما در سالهای 85-86 هم در دولت احمدی نژاد در گسترده ترین اعتراضات معلمان ایران نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ پرونده های امنیتی رو داشتیم که در مورد فرهنگیان و فعالان صنفی به اجرا در اومد که بر اساس اون در واقع احکام امنیتی برای فعالان صنفی صادر شد. یعنی این برخورد ناعادلانه و احکام ظالمانه‌ای که به اسم در واقع سیاسی به فعالان صنفی زده میشد همیشه مورد اعتراض فرهنگیان و کارگران بود، ولی هیچ اقدام عملی ما در این فاز تا به حال انجام نداده بودیم. در زندان من و جعفر به طور اتفاقی در اندرزگاه 8 کنار هم قرار گرفتیم و خب با هم صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدیم که بعد از اینکه تمام مراحل قانونی، نامه‌نگاری‌های مختلف که با قاضی پرونده و با افراد مختلف انجام شد، وقتی دیدیم نتیجه حاصل نمیشه و خب منو حدود 10 ماه به شکل غیرقانونی در بازداشت بدون حکم نگه داشته بودن، وضعیت جعفر حالا مشخص بود، یعنی حکمش صادر شده بود و در تجدید نظرم تایید شده بود، ولی وضعیت من کاملا نامشخص بود. اما گرهی که تو کار بود این بودش که ما باید یک روز رو به عنوان روز اتحاد معلم و کارگر در نظر می گرفتیم. بهترین روزی که ما نشانه گرفتیم 1 ماه می بودش به عنوان همبستگی همه کارگران در سراسر دنیا و خب مصادف شدن اون با هفته معلم و دقیقا 12 اردیبهشت 1 ماه می و روز معلم به شکل ملی در ایران بودش و خب ما هدف گذاریمون رو گذاشتیم برای 1 ماه می. بیانیه هم محور اصلیش در پیوند نبودن احکام امنیتی با فعالیت‌های صنفی بودش و ما اعتراض کردیم به نهادهای حقوق بشری از جمله در واقع نهادهای بین المللی مثل ILO که چرا عملکرد شفافی نسبت به جمهوری اسلامی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران ندارن و دلیل اینکه فعالین صنفی با احکام امنیتی در واقع مجازات میشن چی هست و دامنه سرکوب معلمان و کارگران تا محل کارشون کشیده شده. جنبش معلمان که بسیار بسیار در سطح وسیع کامل حمایت میکنه، حمایت مادی و معنوی با همین حقوقای ناچیزی که داریم، ما شماره حسابم اعلام کردیم که هست در صفحه فیسبوک هم که دوستانی که خواسته باشن کمک کنن، این پولها فقط در این جهت مصرف میشه و تابال خوب کمک کردن. حتی دو تا از خانواده های عزیز زندانی ما که الان آزاد شدن، آقای رتور بوداغی 7 سال بدون یک روز مرخصی زندان بود، آقای عبدی زندان بودن، دو تا خانواده عزیز آمدن مشهد، چنان از این معلمان استقبال کردن، چنان استقبال کردن که خود خانم بوداغی گفت که اگر ما 1 سال قبل می اومدیم حکم جدیدی برای رسول نمی دادن. یعنی خودشون به این نتیجه رسیدن که تا این اندازه مؤثر بوده. یعنی این دوستان هر چقدر زندان هستن روز به روز عزیزتر و از کارشون بیشتر منتشر میشه و حاکمیت از این وحشت داره. اصلا تصورش نمی‌کردن که اینها بعد از 7 سال روزگار آمدن مشهد و این طور مشهدی ها، معلمان مشهدی از اینها حمایت کردن. اصلا من با بی‌بی‌سی مصاحبه کردم، حالا من خودم انگلیسیش
نمیدونم در چه ساعتی پخش کرد، آیا همیشه پخش کرد یا نکرد. واقعا معلم ها اینجا ماشیناشون صبح می آوردن در خونه، این عزیزان و خانواده این عزیزان زندانی رو می بردن به شهرستان ها به این طرف اون طرف، باز شب برمی گرد. اصلا لذت می بردیم، اصلا همه ما موقعی که منعکس هم کردیم بعد از اون که سفرشون تمام شد منعکس کردیم، چقدر استقبال کرده، اصلا همه موندن، اصلا تعجب کردن که چطور اینها بعد از 7 سال که اینها زندان بودن حالا اینطور معلم ها نه تنها فراموش نکردن، بلکه روز به روز این عزتشون بیشتر به اون خاطراتشون اون عقایدشون رو بیشتر بیان میکردن. صحبت های این معلمان، پلاکارت هایی که تو دستشون دیدید، فریاد شعارهاشون، همه بیان میکنه که معلم ها چی میگن. میگن خط فقر 3 میلیون و ما 1 میلیون. میگن فرزندان یکسان، آموزش یکسان. میگن مدارس خصوصی باید از بین بره، باید آموزش دولتی و با استاندارد بالا در اختیار همه قرار بگیره. میگن تحصیل رایگان و دیگه الان مسئله درمان رایگان هم شعار دیگه ای که تو شعار تجمعات معلمان بازنشسته دید. اعتراض دارن به حقوق های نجومی، اعتراض دارن به تبعیض و اعتراض دارن به امنیتی کردن مبارزات، و این یعنی اینکه سرکوب نه، یعنی ما خانه یک زندگی انسانی هستیم، یعنی حق تشکل، حق اعتصاب. همونطور که گفتم این قسمت رو یه استراحت بکنیم و بعد اون وقت قسمت دوم کنفرانس رو با پیام های دیگه‌ای که دریافت کردیم اینجا ادامه میدیم. دوستان عزیز، میخوام که پیام هدا رو که متأسفانه نتونست تصویری بفرسته چون با مشکل اینترنت روبرو شد و دنبال کمپین بود تو کشور دیگه، یه کنفرانس داشتم اونا، مجبور شد که یه متن کوتاهی برای ما بنویسه، اون رو اینجا مژگان میخونه و توضیح میده. من با اجازهتون هم پیام رو به انگلیسی و هم ترجمهش رو برای دوستان قرائت بلندتر صحبت. All my solidarity with Iranian activities who were sentenced with years in prison. We are all in the same big prison, whether we are ruled by fascist Islamic regime or fascist military regime. Be sure that someday your secret face will be the history of revolution. Hoda Kamel, a worker activist from Egypt. کمال اتحاد و همبستگی من با فعالین ایرانی که محکوم به سالها هست در زندان شدند. همه ما در زندانی یکسان و بزرگ هستیم که تحت سلطه و نظارت فاشیسم اسلامی است. یقین داشته باشید روزی میرسد که فداکاری هایتان تاریخ یک انقلاب را رقم میزند. هدا کامل، فعال کارگری از مصر. بله، الان پیامی داریم از پر مکلی از اتحادیه کشتیرانی استرالیا. همینجا تشکر میکنیم از ارسلان ناظری که فعالیت میکنن، عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی هستن و این پیام رو تونستن سازمان بدن و به دست ما برسه. پیامشون رو پخش میکنیم. پیام مکلی. My name's Paul McAlee. I'm from the Maritime Inn of Australia Sydney branch. We've shared a great deal of solidarity with the Iranian workers movement. It is deeply troubling that we often hear about the brutal oppression and repression of Iranian workers who are standing up for fundamental rights that all workers across the planet deserve. We always love the idea of all people around the world sharing in the working class struggle. We share our solidarity with the Iranian workers and call upon the Iranian government to release all political prisoners, to release the workers who are in prison for standing up for the most truest values that humanity can express, that is looking after the working class. We salute all efforts across the planet to look after the workers of Iran and elsewhere, and we salute the struggle that the Iranian workers are engaging in, which we share a beautiful, beautiful solidarity with. All the best, comrades. We are standing with you, and whatever you ask for, we will provide. Iranian workers of the world, we salute you.
and we express our solidarity with you and for you, always and ever. همینجا جا داره بگم که اتحادیه کشتیرانی همواره یکی از حمایت کنندگان کارگران در ایران، مبارزات کارگری در ایران، کارگران زندانی بوده. قبلا هم بیانیه داده بود که باید جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار ILO اخراج بشه. خب ترجمه این پیام رو مژگان برای ما اینجا میخونه. من پل مکلی هستم از اتحادیه کشتیرانی استرالیا واحد سیدنی. ما همبستگی همه جانبه خود را با جنبش کارگری در ایران اعلام می‌کنیم. گزارش‌های از ستم و فشار وحشیانه و خشن علیه کارگران ایران که از حقوق خود دفاع می‌کنند به گوش می‌رسد. این کارگران برای حقوق مبارزه می‌کنند که همه کارگران سزاوار آن هستند. من با این نظر بسیار احساس همدردی و همراهی می‌کنم که کارگران جهان از مبارزات یکدیگر باید حمایت کنند. از این نظر با مبارزات شما اعلام همبستگی می کنم و از حکومت ایران مصرانه می خواهم که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، همه کارگران زندانی را آزاد کند، کارگرانی که برای ارزش‌های انسانی مبارزه می کنند. ما مبارزات کارگران ایران و دیگر کشورها را احترام می کنیم. ما با مبارزاتی که کارگران ایران با آن درگیرند و عمیقاً با آن همراه هستیم احترام می گذاریم. برای همه شما رفقا بهترین آرزوها را دارم و هرچه شما از ما بخواهید در این همبستگی نشان می دهیم. درود به کارگران ایران و جهان، همیشه در کنارتان خواهیم بود. پر مکلی دبیر کل این اتحادیه کشتیرانی هست در واحد سیدنی. پیام بعدی از روبشتن هستش، از دبیر کل اتحادیه بین المللی کارگران باربر اسکله و انبار شعبه کانادا. این رو با هم دیگه Hi, my name is Rob Ashton. I'm the president of the International Longshore Warehouse Union Canada. This message is to the government of Iran. Stop arresting those that want to organize in your country. Teachers, when you arrest their president and put their president in jail because they want to do what's rightfully theirs, they want to organize, they want to negotiate to better themselves, to better their families, and with the bus drivers that you're doing to their union officials there is wrong. You must allow them to organize. ILW Canada supports workers. We have rights around the world. The ILO says we have a right to freedom of organizations. We have a right to defend ourselves. We have a right to work together as a group. Stop your illegal arrests of union officials. Let them freely organize. Let them negotiate collective agreements. That's what you're supposed to do as a government, is to give your people an ability to say what they want to say of their own free will. Thank you. من رابشتون هستم، دبیر کل اتحادیه بین‌المللی کارگران باربر اسکله و انبار شعبه کانادا. این پیام ما به حکومت ایران است. دستگیری آنهایی که می‌خواهند متشکل شوند را متوقف کنید. رهبر معلمان را دستگیر و زندانی می‌کنید، اما آنچه می‌خواهند حقشان است و آن حق تشکل و حق مذاکره جمعی برای بهبود زندگی خود و خانواده‌هایشان است. رانندگان اتوبوس سندیکای واحد را زندانی می‌کنید. شما موظفید به آنها اجازه دهید سازمان یابند و متشکل شوند. ما در کانادا از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم. حقوق کارگران جهانی است. سازمان جهانی کار اعلام کرده است که ما حق تشکل داریم که از زندگی خود دفاع کنیم. ما حق داریم فعالیت جمعی و متشکلی داشته باشیم. دستگیری‌های غیرقانونی و بدرفتاری نسبت به فعالین اتحادیه و کارگرها را متوقف کنید. اجازه دهید آزادانه متشکل شوند. اجازه دهید برای رسیدن به توافق مذاکره کنند. این حداقل انتظاری است که از شما به عنوان یک حکومت می‌رود.
یعنی اینکه به مردم خود اجازه دهید آنچه را که می‌خواهند بگویند و بگویند. همینجا جا داره که از اعضای کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا تشکر و سپاسگزاری بکنیم. مسعود ارژنگ و داوود آرام، محمود احمدی و تحمینه صادقی که همواره با ترجمه و انعکاس صدای اعتراض کارگران توی اتحادیه با ما فعالیت کرده. از همه این عزیزان تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم و همینطور در استرالیا که گفتم ارسلان ناظری برشان کرد. خب این قسمت ما بهار میلانی رو داریم در رابطه با آتنا دائمی. البته این دست واسه آتنا دائمی، فعال حقوق کودک و فعال علیه تبعیض علیه زنان. زنده باد آتنا دائمی که با فعالیت و کمپین خودش برای زنان و کودکان مبارزه میکنه. هرچند که نتیجهش الان این شده که 7 سال زندانی بگیره توسط این رژیم، اما این باعث نشده که یک لحظه هم فعالیت و مبارزش رو متوقف کنه. همون روز در زندان پیامی میفرسته که من اینجا براتون میخونم. تیتر نامش اینطوریه که کتک خوردم اما نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس. من آتنا دائمی از داخل زندان اوین می نویسم، زندانی که شده جایی برای عاشقانی که جز انسان و انسانیت دغدغه دیگری ندارند و زندانی سیاسی، عقیدتی و امنیتی خوانده می شود. مجرمان حقیقی آزاد هستند، لطفاً مزاحمشان نشوید، که زنان و مردانی از جنس شرافت در سلولهای سرد و یخزده زندان مشغول گذراندن حبسند. امروز 6 آذر 95 به خانه من هجوم آوردن. نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس و صدور حکم قتل و نه فراری، بلکه فقط خواب بودم. پدر و مادرم مسافرت بودند. روز پنجشنبه 4 آذر 95 از دادگاه انقلاب تماس گرفتن و گفتن احضاریه را میخواهند ارسال کنند و آدرس خواستن. اما کسانی که با نام قرآن و دین و اسلام مجوز هر گونه ظلم را برای خود صادر کردند، برخلاف عرف و شعرشان دروغ گفتند و به جای احضاریه 3 مأمور برای بازداشتم فرستادند. 3 مأموری که زنان را در خیابان به جرم بدحجابی بازداشت می کنند تا مبادا اسلام به خطر بیفتد. اما به حریم خصوصی من تجاوز کردند و نظارگر بی‌حجابی هم بودند تا مبادا فرار کنم. طبق قانون باید احضاریه میدادن و حداقل 5 روز فرصت برای اینکه خود را به زندان معرفی کنم و اگر هم نمیرفتم میبایست ماموران زندان و اجرای حکم برای بازداشتم میآمدند، نه 3 مأمور از سپاه سارالله. در را باز کردیم و حکم خواستیم، حکمی نشان ندادن. گویی برای بازداشت یک جنایتکار فراری آمده بودند و به داخل خانه حمله کردند. مجدداً از آنها حکم خواستم که به سویم حمله کردند. زنی که شرم دارم نام او را زن بگذارم اقدام به ضرب و شتم من کرد. وقتی خواهر کوچکترم دخالت کرد به سینه او هم کوبید. مأمور مرد هم که آبروی مرد را می‌برد اقدام به استفاده از گاز فلفل برای یک زن بی سلاح و دفاع نمود. با 110 تماس گرفتم، اما کجای ایران مجریان قانون طرف قانون را می‌گیرند. مرا بازداشت کردند و بدون خداحافظی از پدر و مادری که در سفر بودند مرا با چشم بند و دست بند راهی زندان اوین کردند. در راه مدام تهدید به پرونده سازی کردند و گفتند آشی برایت می‌پزیم که دیگر فکر بیرون آمدن از زندان را از سر بیرون کنی. بدانید و آگاه باشید صدای آتنا دائمی با این کارهای ظالمانه و ناعادلانه شما خفه نمی‌شود. خود را خسته نکنید و فراموش نکنید که رمز ماست استاده مردن. البته امیدوارم که رمزشون با هم و اتحاد بودن بر علیه اینها باشه. آتنا دائمی یک نفر است،
اما هزاران آتنا دائمی در بیرون زندان صدای مظلومیت زندانیان سیاسی خواهند بود. شکایت از سه مأمور متجاوز را تحویل قاضی اجرای احکام دادسری اوین دادم. گفتن حق ضرب و شتم نداشتن و قول پیگیری دادن. ببینیم و تعریف کنیم. آتنا دائمی 6 آذر 95 بند زنان زندان اوین. نوشته دیگری از آتنا هست قبل از اینکه زندانی بشه، اینو هم براتون میخونم. میگه که ممنوع خروجم، اعتراض دارم، شکایت دارم. نه دستور به قتل زهرا کاظمی دادم، نه دستور به ضرب و شتم و کشته شدن 3 تن در کهریزک، نه در اختلاس و گم شدن پرونده ها در تامین اجتماعی نقش داشتم و نه قاضی بودم که هزاران نفر را در بی‌عدالتی به حبس و اعدام محکوم کنم. من به اعدام اعتراض کردم، به کشتار در کوبانی و سوریه اعتراض کردم، به رهبر جنایات کهریزک را یادآوری کردم. من به 7 سال زندان محکومم، اما قاضی مرتضوی به چند ضربه شلاق که کی زده و کی خورده. من نه قاری قرآن بودم نه متجاوز، اما 16 ماه در زندان بودم تا بازجویی شوم، تا دادگاهی شوم و پرونده‌ام خیلی زود پیگیری شد. محکومم کردن به 7 سال حبس و من ممنوع خروجم. امثال مرتضوی و طوسی راحت از کشور خارج می شوند، اما من اگر به هر دلیلی قصد خروج از کشور داشته باشم، باید 550 میلیون وثیقه‌ام را از امثال قاضی مرتضوی باید 550 میلیون وثیقه‌ام را امثال قاضی مرتضوی ضبط کنند. به نفع چه کسی و در جیب چه کسی برود نمیدانم، اما من ممنوع خروجم. نتوانستم در این مورد خاص سکوت کنم. ممنوع خروج ها، شما هم اعتراض کنین به این همه بی‌عدالتی ها. خب اینا بیان روشنه که چه کسانی در زندانن و چه صدای اعتراض کوبنده ای. تیکه از صحبت‌های خود آتنا رو گوش میدیم در مورد اینکه میگه چرا حکم زندان گرفته. متشکرم. اینا از صحبت‌های آتنا دائمی که میگه چرا دستگیرش کردن. تو این قسمت پیامی داریم از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به این کنفرانس که مژگان مسعود سرمدی این پیام رو برای ما میخونه. پیام به کنفرانس کارگری در مالمو. پیام به کمپین برای آزادی کارگران زندانی Freedom Now. رفقای برگزار کننده و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس، مایل هستم از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران برگزاری این کنفرانس را در شرایطی که بسیاری از زندانیان در اعتصاب قضا هستند و طیف گسترده تری از فعالین در خطر اجرای احکام چندین ساله زندان به سر می برند
ارج نهاده و دست یکایکتان را به گرمی بفشارم. امروزه روشنترین صحنه سیاسی و اجتماعی ایران عرصه جدال دائمی مردم با حکومت جمهوری اسلامی در تمام شؤونات است. از دانشگاه تا کارخانه و خیابان و هر کوی و برزنی این را میتوان به وضوح دید. حاکمیت اسلامی چاره‌ای به جز دستگیری و افزایش فشار بر فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی ندارد و از سوی دیگر نیز با موج روزافزون اعتراضات و تعرضات انسانی مواجه هستیم. نقطه شورانگیز در این میان همبستگی و حمایت‌های بی‌وقفه فعالین جنبش‌های اجتماعی از مبارزات و مطالبات دیگر فعالین و بخش‌های معترض در جامعه است که به سرعت در حال رشد و شکل دادن به اعتراضاتی در مقیاس‌های وسیع می‌باشد که اولین نتایج آن به میدان آوردن طیف بسیار گسترده‌تری از مردم برای دستیابی به خواسته‌های برحق و آزادی‌خواهانه آنهاست. این شرایط و گستردگی آن علارغم تمامی سختی‌ها و کمی‌ها و کاستی‌هایش بسیار امید بخش است. برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها در حمایت از مبارزات مردم ایران با حضور صاحب نظران و فعالین عرصه‌های گوناگون اقدامی بسیار حیاتی و حائز و اهمیت و پیشبرنده است. ما سال گذشته در کشور نروژ کنفرانس مشابهی را برگزار کردیم که در آن جمعی از فعالین سرشناس داخل و خارج از ایران سخنرانی کردند و جنبه‌های گوناگون مسائل مبارزاتی را مورد بررسی قرار دادند و تأکید کلیه این فعالین بر اهمیت و ادامه کار کنفرانس‌های از این دست بود. قطعاً کنفرانس کارگری مالمونیز دارای چنین مختصاتی است و ماحصل آن مستقیماً به پیشروی جنبش‌های اعتراضی کمک شایانی خواهد کرد. آرزوی کنفرانسی پربار را برایتان دارم. در خاتمه ما از خواست‌های مورد تأکید این کنفرانس یعنی آزادی بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده و تمامی زندانیان سیاسی و نیز لغو احکام زندان با اتهامات امنیتی چون اقدام علیه نظم و امنیت کشور برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. سرور کاردار، مسئول کمیته مبارزه برای آزادیان زندان سیاسی در ایران. خب باز میریم به سراغ پیام‌هایی که برای این کنفرانس رسیده و شما می‌بینید که به راستی این کنفرانس همبستگی جهانی کارگریه. تو این قسمت پیام جان کلارک رو داریم از کانادا، از ائتلاف علیه فقر، که همینجا از محمود احمدی تشکر میکنیم که این پیام رو برای ما تونستن ترتیبش بدن. رضا رشیدی درخواست میکنیم که بیاد اینجا جاشون عوض کنند و ترجمه این پیام ها رو به زبان فارسی اینجا برای ما داشته باشن. رضا رشیدی بفرما. Make a statement for the Ontario Coalition Against Poverty in solidarity with the Iranian trade union leaders who are in jail or facing jail because of the really quite thuggish behavior of the Iranian government with regards to workers' rights and with regards to this this particular situation. When we look at the charges that that these trade union leaders are facing, it's incredible how savage the sentences that are hanging over their heads are. We're talking about people being put in jail for 11 years, 17 years, and the so-called crimes that they have committed are not crimes. They are exercising their basic rights as workers, their basic rights as human beings. Look at the charges that are listed against them. Disturbing public opinion and propaganda against the government. That really means using their right to freedom of expression.
and seeking to organize amongst fellow workers to win justice and to establish workers' rights. So in that situation, we feel that it is incredibly important internationally for working class organizations and progressive organizations to stand up and express their solidarity and support for the persecuted trade union leaders in Iran. It is clear that if the government is using this kind of brutal repression, the intention is to prevent working class people in Iran from organizing for their rights. And it's an old axiom of the trade union movement internationally that an injury to one is an injury to all. So as these workers in Iran face this attack, we express our support. We demand of the Iranian government that those in jail be released, those facing jail have the charges lifted from over their heads, and we express our solidarity for the incredibly courageous and important struggles that the trade unions and workers in Iran are taking up against a brutally repressive government. John Clark. مایلم از جانب کمپین علیه فقر در اونتاریو در همبستگی با رهبران کارگری در ایران که در زندان هستند یا با زندان مواجهند و به خاطر رفتار جنایتکارانه حکومت در رابطه با حقوق کارگران و در رابطه این موقعیت معین موضع خود را اعلام کنم. وقتی به اتهاماتی که این رهبران کارگری با آن مواجهند نگاه می کنیم به نحوه باور نکردنی وحشیانه است. سخن از زندانی کردن کارگران به 11 سال، 17 سال زندان به خاطر اصطلاح جرائمی است که به هیچ وجه جرم نیستند، بلکه استفاده از حقوق ابتدایی انسانی و کارگری هستند. بین اتهامات دقت کنید: تشویش از هان عمومی یا تبلیغ علیه حکومت. اینها فقط به معنای استفاده از آزادی بیان است، به معنای سازمان دادن همکاران خود بر علیه بی‌عدالتی ها و بی‌حقوقی هاست. با توجه به این وضعیت ما فکر می‌کنیم این بسیار مهم است که سازمان‌های کارگری و پیشرو بین‌المللی در کنار رهبران کارگری ایران که محاکمه و تعقیب می‌شوند بایستند و با آنها اعلام همبستگی کنند. واضح است که اگر حکومت این نوع سرکوب خشن را به کنار می‌برد، به خاطر این است که مانع متشکل شدن کارگران شود. یک ضرب‌المثل قدیمی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری این است که ضربه به یک نفر ضربه به همه است. به همین دلیل چون این کارگران در ایران با این سرکوب مواجه شدند، ما پشتیبانی خود را از آنها اعلام می‌کنیم و از حکومت ایران می‌خواهیم که کارگران زندانی را فوراً آزاد کند و آنها که با زندان مواجه هستند اتهامات علیهشان لغو شود. ما همبستگی خود را با این کارگران بسیار جسور و شجاع که در برابر حکومت سرکوبگر و وحشی می‌ایستند اعلام می‌کنیم. پیام دیگه داریم از حاتم لاوینی از فعالین کارگری در تونس. حاتم لاوینی عضو کمیته جوانان CGTT بزرگترین اتحادیه کارگری در تونس هستش که این پیامو میده. به همینجا خوب بگم که حاتم لاوینی و هدا کامل از مصر از اعضای شبکه همبستگی کارگری در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که من هم از طرف ایران هماهنگ کننده این شبکه هستم که ما تماسهایی داریم با مراکش، با ترکیه، با الجزایر که در سطح منطقه خاورمیانه این شبکه رو شکل دادیم
و این دوستان خیلی نقش خوبی داشتن برای در کمپین برای آزادی کارگران زندانی. و همینجا جا داره که از دستگیر شدگانی که در ترکیه توسط دولت فاشیست اردوغان دستگیر شدن، از کسانی که از کار اخراج شدن، بسیار از معلمان اخراج شدن، بسیار از کارمندان دولت اخراج شدن، همینجا این کنفرانس همبستگی خودش با کارگران در ترکیه و با مبارزات مردم ترکیه اعلام میکنه و این سرکوبگری های وحشیانه و ددمنشانه رو محکوم میکنه. Hello, dear comrades. I am Hatem Lawini from Tunisia. On behalf of the Patriotic Democratic Socialist Party from Tunisia and the youth activists, workers in UGTT, Tunisia, I would like to send my greetings to all the comrades in Iran. We would like to condemn the arrests and the repression targeting the union activists and workers in Iran. In fact, we consider that this is a violation to the rights of workers to organize and to free organization in the unions. It is also a violation of all the international norms and conventions. We consider that these measures are repressive and hostile, and we do declare our support and solidarity from Tunisia on behalf of all the workers of Tunisia and the democratic movement to the workers of Iran. We do insist on their right to organize and their right to free movement and assembly, and also we are asking for their immediate release without any condition. These workers are they are fabricating hope. They are the به دلیل مشکل اینترنتی تماس مقطع شد، این پیام گرفتیم ولی خوب پیامشون دادن، حالا ترجمه فارسی پیام رو میدیم. سلام دوستان عزیز، من حاتم لاوینی از تونس هستم. از طرف حزب سوسیالیست دموکراتیک میهنی تونس و به عنوان عضو کمیته جوانان اتحادیه سراسری کارگران تونس مایلم درودهای خود را به همه دوستانم در ایران ارسال کنم. ما دستگیری ها و سرکوب علیه کارگران در ایران را محکوم می کنیم. ما این اقدامات را پایمال کردن حق تشکل و حق تجمع می دانیم. این اقدامات به معنای زیر پا گذاشتن تمام قراردادها و عرف بین المللی است. ما این اقدامات را سرکوبگرانه و خصمانه می دانیم. مایلم پشتیبانی و همبستگی خود را از جانب همه کارگران تونس و جنبش دموکراتیک تونس با کارگران ایران اعلام کنم. ما بر حق تشکل و حق تجمع برای همه کارگران تاکید می کنیم و خواهان آزادی همه کارگران زندانی در ایران بدون قید و شرط هستیم. پیام بعدی از مایک پالیسک هست از اتحادیه پست کانادا با 54,000 ممبر این اتحادیه که اینجا این پیام رو پخش میکنیم و بعد متن فارسی رو اینجا براتون میگیم.
My name is Mike Palasek. I'm the national president of the Canadian Union of Postal Workers, and I send greetings of solidarity on behalf of 50,000 postal workers from coast to coast to coast. And I know all of our members would be proud to stand with Iranian trade unionists and particularly demand their freedom through the Freedom Now campaign for all of the trade unionists who have been thrown in prison. Union rights are human rights and very basic human rights. You cannot call yourself a democracy if you do not respect trade unionism. And frankly, the way we've seen for many years now, through many struggles, trade unionists being imprisoned, whether it be bus drivers or whoever else, it's got to end, it has to stop, and the world is watching. من مایک پالسک هستم و رئیس اتحادیه پست کانادا. من پیام همبستگی خود را از طرف 50,000 کارگران پست کانادا با کارگران ایران اعلام می کنم. می دانم که تمام کارگران این اتحادیه در کنار کارگران ایران ایستادند و با آنها اعلام همبستگی می کنند و به ویژه خواهان آزادی همه کارگران زندانی هستند و از کمپین Freedom Now حمایت می کنند. حق فعالیت کارگری و اتحادیه‌ای یک حق پایه انسانی است. اگر شما به اتحادیه‌ها احترام نمی گذارید، نمی توانید خود را دموکرات بخوانید. و حقیقتاً ما سال هاست که شاهد این هستیم که کارگران و فعالین اتحادیه‌ای در ایران تعقیب و زندانی می شوند. حال رانندگان شرکت واحد یا دیگر کارگران. این وضعیت باید خاتمه یابد. بدانید که دنیا شما را زیر نظر دارد. خب ما اسامی از کارگران زندانی، معلمان زندانی، فعالین دفاع از حقوق کودک اینجا گفتیم. ولی کسانی هستند که اسم ندارن اما پرونده دارن. به طور مشخص کارگران چادر ملو، اعتراضاتی که این کارگران داشتن، 2000 کارگر در چادر ملو اعتراض کردند، به دستمزدهای پرداخت نشده، خواستشون خواست افزایش حقوقا بود و اعتراضشون به شرایط ناامن در معدن بود. و در این اعتراضات تعدادی از کارگران رو احضار کردن. آخرین خبر در این مورد این هست که میگه خبر برگزاری دادگاه تجدید نظر کارگران معترض معدن سنگ آهن بافت یزد در 28 آذر ماه برگزار میشود و بنابر اظهارات وکیل این کارگران به یکی از اونها محمد حسن تشکری 11 ماه حبس و 50 ضربه شلاق و برای یکی دیگه شون 5 سال حبس صادر شده که 5 سال این احکام تعلیقی هست. چرا تعلیقیه؟ چون جرأت نمی کنن اجرا کنن، چون دیدن تو سر احکام شلاق در آغدره چی اومد و چطور صدای اعتراض کارگران در سازمان جهانی کار آیلو انعکاس پیدا کرد، چطور نامه داده شد و گفتن جمهوری اسلامی به خاطر چنین احکامی باید از سازمان جهانی کار آیلو اخراج بشه. ده ها اتحادیه کارگری، تشکل‌های کارگری تو سراسر جهان پیام دادن و اینو محکوم کردن و تو خود جامعه ایران تشکل‌های مختلف کارگری نامه دادن و اعتراض دادن، اعتراض کردن. تو نامه هاشون به سازمان جهانی کار این یکی از مواردی بود که اعلام کردن. جعفر عظیم‌زاده، محمود صالحی و همینجور بهنام ابراهیم‌زاده تو نامه هایی که به سازمان جهانی کار دادن این یکی از موارد. برای این 5 سال تعلیقه. ولی چرا حکم شلاق دادن؟ برای اینکه از اون ور وحشت دارن، از اون ور میخوام که ما جمهوری اسلامی هستیم و مجازات اسلامی سر جاشه. بنابراین تا وقتی که نفس صدور چنین احکام شنیع قرون وسطایی وحشیانه باید مورد اعتراض ما قرار بگیره و این کنفرانس اعتراض خودش رو شدیداً اعلام میکنه به این مسئله و صدای اعتراض این کارگران هستش و
و مورد دیگه در همین رابطه در رابطه با کارگران بافق یأس هستش که در اونجا هم باز شما میدونید بافق یأس دو سال پیش اعتراضات درخشانی داشت. 5000 کارگر اونجا اعتراض کردن. اعتراضشون علیه این بود که سهام معدن رو داشتن میفروختن به تعداد از کارگران، کارشون از دست میدادن و نه تنها این بلکه اونجا عدم ایمنی محیط کار بیداد میکنه، دستمزدهای زیر خط فقر پدر کارگران رو درآورده و تو اون شرایط این کارگران اعتراض کردن. تو شهری با 50000 سرنشین مردم اون شهر که بخش زیادی از خانواده‌هاشون تو این معدن کار میکنن، تمام شهر به حرکت در اومد تو این اعتراض، شد به یک نقطه عطف تو جنبش اعتراضی کارگری، انعکاس پیدا کرد تو سطح تمام جنبش اعتراضی کارگری، تبدیل به یک الگو شد. جمهوری اسلامی خب سین و از این کارگران رو احضار کرد، توی دادگاهاش 25 نفر رو تبرئه کرد، 5 نفر از این کارگران رو باز دوباره محکوم کرده، هر کدومشون رو به 1 سال زندان و پرداخت گوش بده ببینید چی میگه، میگه پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق، یعنی به جای شلاق نقدی، ولی هنوز اسم شلاق رو میاره، هنوز اسم شلاق رو میاره برای اینکه بخواد بگه من قوانین جزای اسلامی رو دارم. و میبینید که این احکام رو صادر میکنه، تو زندان چه خبره؟ صحبت‌های رهبران کارگری رو اینجا تکه‌های شما پخش کنید، تازه اینا اون تکه‌هایی که صحبت شده قابل دسترس بود برای ما، تکه‌های از اون رو صحبت کنید. به همین الان همونطور که گفتم جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی جنبش قویه تو ایران، مرتبا تجمع جلوی اوین، تجمع در اینجا و اونجا، تو اکسیون‌های و پیکت‌های اعتراضی و تجمعات اعتراضی یکی از شعارها الان شده زندانی سیاسی آزاد باید کرد. من 2-3 صحنه اینجوری کلیپ کوتاه 2-3 از این صحنه‌ها رو اینجا دارم که به راستی تو این کنفرانس جا داره این صدا رو ما پخش بکنیم، اینجا براتون پخش می‌کنم. این صحنه ای هست از تجمع در 25 آبان در مقابل مجلس برگزار شد. تجمعی بود که از طرف سندیکای شرکت واحد فراخوان داده شده بود و بعد اتحادیه آزاد کارگران ایران و تشکلات مختلف اونجا حضور داشتن و در همون علیه لایحه اصلاحی قانون کار جمهوری اسلامی بود این تجمع. و تو همون روز شورای اسلامی هم فراخوان داده بودن، اما صحنه اعتراضی بود که اونجا کارگران سندیکای شرکت واحد به اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران معترض اونجا درخشیدن، شعارهاشو میبینید و فریادشون رو میبینید. اونجا کل سیستم سرمایه‌داری رو به چالش در واقع کشیدن، گفتن که لایحه اصلاح قانون کار لایحه بردگی کارگر و
گفتم به نفع سرمایه دار و به این شکل کل سرمایه دار کل سیستم رو به چالش کشیدن و اعتراضشون رو بیان کردن و این فضای اعتراض تو جامعه ایران است. خب اگه اجازه داشته باشم یه دقیقه در رابطه با جنبش کارگری و اتفاقی که تو دوره اخیر افتاد، به نظر من یکی از پیشروی‌های جنبش کارگری نقش خانواده کارگرهای زندانی در حمایت از کارگرها، حمایت از اعتصاب، حمایت از تشکل و در لغو پرونده امنیتی کردن پرونده فعالین کارگری هستش. ما تقریبا تو دوره اخیر از خانواده فعالین کارگری شاهدش هستیم که در کنار همسرانشون، در کنار سایر کارگرها، در کنار سایر فعالین اجتماعی که چه در زندان هستن یا در هر اعتصابی در کنار کارگرها و فعالین اجتماعی قرار میکنن یاد کنم و این یکی از دستاوردهای در واقع این دوره از مبارزه کارگرها و فعالین اجتماعی و کلن مبارزه در ایران بر علیه فقر، فلاکت و بی‌حرمتی هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بر مردم تحمیل بکنه، ولی بعد از 38 سال هنوز شما تصاویرش رو الان دیدین و اخبارش رو میشنوید که چطور مردم در مقابل این در واقع اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده ایستادند. متشکرم. نکته به جای بود. اونقدر مسائل بسیار هست، اونقدر پیام ما دریافت کردیم، اونقدر گزارش هست که طبعا همه اینا رو نمیتونیم تو این کنفرانس پوشش بدیم، ولی بعد از کنفرانس مجموعه کامل این رو حتما منتشر خواهیم کرد. یک من دو سه تا کلیپ کوتاه هست که تو این قسمت میخوام در رابطه با جنبش برای آزادی کارگر زندانی و زندانی سیاسی بذارم. تیکه دیگه زمانی هست که جعفر عظیم‌زاده در زندان هست و تجمع میشه در مقابل مجلس اسلامی با شعار جای معلم جای کارگر زندان نیست. فریاد کوبنده بود که جلو مجلس شنیدید. دو تیکه هم هست در پیام هایی که شعارهایی که از طرف اتحادیه‌های کارگری در خارج از کشور داده میشه برای آزادی کارگران زندانی. یکی از این صحنه رو میبینیم موقعی که جعفر عظیم‌زاده زندان هست و این حرکت Iranian jail workers! Islamic Republic out of ILO! Islamic Republic out of ILO! تشکر میکنیم از ارسلان ناظری عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی که چنین حرکت بسیار جالبی رو در استرالیا سازمان داد. جای ارسلان ناظری تو این کنفرانس خالی هستش. این حرکت در جای صورت میگیره که نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان نیو ساوت ویلز در استرالیا اونجا برنامه‌ای داشتن تو 10 جوان همین گذشته که در اونجا تعدادی از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان جمع شده بودن توی نشستی و اونجا این صحنه باشکوه همبستگی رو ما داشتیم. یه مورد دیگر رو هم می‌بینیم و بعد بحث دیگری رو در آخر برنامه اینجا انجام میدم و بعد هم کنفرانس تموم. These Iranian workers are asking no more and no less than that. We need to support them. We need to support them, Sydney, to make sure these atrocities against workers throughout the world is stopping. The ITF
very powerful organization, 670 affiliates, over 6 million workers. They have made a commitment. They're demanding the immediate release of these two prisoners in an Iranian jail, immediate release, otherwise they will take the next step. Now, we're not talking about a couple of workers in a workplace, we're talking about 6.3 million workers who have said enough's enough. Hands off these Iranian workers, stop this carnage. Working men and women of the world should stand up and be counted. Please, Cindy, listen to what we're telling you. This will happen to you. Don't ever think that Tony Abbott, Erica Betts, and all these thug mates are not lining you up for something. They will line you up. If we allow these type of things to happen throughout the world, if we allow this carnage of workers to happen throughout the world, we are next. Don't ever think that we're not next. Free Iranian workers! 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 صحنه در روز جهانی کارگر اتفاق افتاد و ارسلان ناظری در استرالیا در تماس با اتحادیه کارگری اونجا راهپیمایی رو با همین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد اونجا به این ترتیب جلو این صف حرکت کرد و این همبستگی شورانگیز در این روز همبستگی جهانی شکل گرفت. آخر برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. ما صحبت‌های بخشان رهبران کارگری، معلمان معترض رو اینجا شنیدیم. صحبت‌های آتنا دائمی رو شنیدیم. تکایی از صحبت‌های یکی دو تا چهره دیگه رو از چهره‌های کارگری رو اینجا من دارم. جا داره که تکایی صحبت اینا رو هم بشنویم. محمود صالحی و پروین محمدی. ببینیم چی میگن. بنابراین هر کس اینجا دستگیر بشه و به جرم اخلال در نظم عمومی دستگیر میشه. این اخلال مثلا ببین ماده 610 را برای ما میارن، ماده 602 و ماده 5500 قانون مجازات اسلامی ما را محاکمه میکنند. بنابراین ماده 500 میگه اگر محارب نباشه این مثلا یک سال تا 3 سال حبس داره. کار ما محارب نیست، چون ما در خفا کاری نمی کنیم. طبقه کارگر، کارگران آزاد، کارگران فعال در خفا کاری نمی کنند تا اینکه مجرم باشن و محارب باشه. بنابراین کار ما علنیه و رسمن همه جای اعلام می کنیم. میگیم طبقه کارگر حق زندگی داره، طبقه کارگر حق تشکل داره، طبقه کارگر حق مجمع عمومی داره، طبقه کارگر حق زندگی داره. بنابراین در خفا نیست، یعنی این منتفیه. اما
با توجه به تمام پرونده هایی که من در چند سال گذشته دیدم و خودم باهاش درگیر شدم، متاسفانم قاضی ها و قوه قضاییه بازم با همون ماهی 600 و 500 ما را محاکمه میکنه. بنابراین این اصلا قانونی نیست و اصلا ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون ما نرفتیم بانک و آتش زدیم، نه اخلاص به نظم کردیم، نه مزاحم کسی شدیم. ما میگیم طبقه کارگر که زندگی داره، بنابراین این برای ما صفر نمی کنه، شاید برای کسان دیگه مثلا صفر کنه، اما چون هیچی علیه ما نداره، هیچ اتهامی علیه طبقه کارگر نداره، ناچار از همون ماده های قانون مجازات اسلامی استفاده میکنه تا اینکه ما را خوب کنه. با امنیتی نیستیم، ما اخلاص در نظم نکردیم، ما مخالف هر گونه اختشاش هستیم و ما خواهان آزادی هستیم، ما خواهان برابری انسان هستیم، ما خواهان برابری زن و مرد هستیم، ما خواهان دستمزد معوقه که کارگران در سال 5 ماه 6 ماه نمیگیرن خواهان این هستیم، ما خواهان هستیم که دستمزدی برای ما تعیین بشه که بتونیم با اون زندگی کنیم. اینا جرم ماست. این جرم ما در خفات تعریف نمی کنیم، بلکه در دنیای رسانه‌ای، در دنیای مجازی با نوشتن، با نامه نوشتن، با مقاله دادن ما اعلام می کنیم. حتی این فشاری که در چند سال، در 10 سال گذشته روی طبقه کارگر بوده، فشاره یعنی این خطنگین بوده که ما اگر امروز نگاه کنیم هر شهر یا هر منطقه 10 نفر پرونده مفتوع وجود داره به جرم اینکه از طبقه کارگر دفاع کرده. هر چقدر فشارها بیشتر باشه، به همین اندازه جنبش کارگری هم رادیکال‌تر میشه. اینو من قول میدم به همه عزیزان، هر چقدر فشارها بیشتر باشه، جنبش کارگری رادیکال‌تر میشه و خواسته های برحقی را مطرح میکنه. بنابراین کسانی که امروز تو زندانن مثل جعفر عظیم‌زاده، مثل بنام ابراهیم‌زاده و و اینا، حتی تو زندانم سکون نکردن، تو زندانم سکون نکردن. بعد اینجاست وقتی حتی آخرین حربه که این افراد، آخرین حربه دولت اینه که کارگران فعال رو زندانی کنه، تو زندانم نتونسته اونا رو مرعوب کنه. این مهمه، تو زندانم نتونسته اونا رو مرعوب کنه. به همین دلیل به رضای شهابی و به بهنان ابراهیم‌زاده در خود در زندان، در حالی که 17 سال تمام کردن، زندانش رو تمام کردن، حتی زبیه کردن داره. این به ما میگه که طبقه کارگر سکوت نکرده. طبقه کارگر سکوت نکرده. تصاویر رو دیدید، جا داره اینجا یاد شاهرخ زمانی از رهبران کارگری رو که سالها، بهترین سالهای زندگیشون در زندان گذرون و تو اون شرایط وحشیانه زیر شکنجه و آزار قرار گرفت و جان سپرد. یادش رو گرامی بداریم. همینجور کوروش بخشنده، یک دیگه از رهبران فعالین کارگری که اونم سالها در زندان بود، مثل محمود صالحی، مثل اسماعیل عبدی، مثل جعفر عظیم‌زاده، اون هم یکی دیگه از رهبران کارگری که با وجودی که بیماری قلبی داشت در زندان بود و بعد هم با ایست قلبی جان سپرد. یاد این عزیزان رو گرامی می‌داریم. خب صحبت‌های پروین محمدی رو بشنویم. پروین محمدی یکی از رهبران سرشناس کارگری و از معاون دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران هستش و نقش مهمی داشته توی کمپین علیه امنیت کردن مبارزات و توی مبارزات که این اتحادیه به پیش برده. صحبتاشو میشنویم. نبده این واقعا خنده‌دار و جوک تاریخ داره اینجا اتفاق میفته که به یک نفر نون هم نمیدن بخوره و وقتی که میگه که نونمو بده، میگه که 30 میلیونم به من وصیفه بذار، ضمانت بذار تا بذارم بری بیرون نفس بکشی. این عمق فاجعه‌ای که داره اینجا سر کارگر ایران میاد و دقیقا ضرورت خاص آقای عظیم‌زاده که فقط خواسته ایشون نیست، فقط ایشون مطرح کرده و به نظر من پرچم‌دارش شده، خواست تمام کارگرای ایران همین هست که پیگیری مطالبات حیات و رفاه و معیشت ربطی به امنیت ملی کشور نداره
ما تا حالا فکر میکردیم ملی یعنی ملت یعنی ما، ولی با احکام و جرایمی که قوه قضاییه و کل دولت محترمه داره انجام میده مواجه خواهیم میشه که دقیقا مقابل ما میلیون ها کارگر داره استفاده میشه واسه خفه کردن، واسه ساکت کردن و واسه جاده باز کردن کل سرمایهی که میخواد حالا براش جاده رو باز بکنن که تشویق بکنن سرمایه های خارجی وارد بشن یا سرمایه های فرار کرده چندین ساله دوباره مشوق پیدا بکنن که دوباره بازار شکوفای اقتصادی را بندازن. برای همه اینها کارگران قربانیانی هستند که باید بیش از پیش ساکت باشن و برای ساکت نگه داشتنش سال هاست که دارن تلاش میکنن، سال هاست که نمیداره تشکل ایجاد بشه و الان هم به این وسیله که داره این اقدام علیه امنیت ملی رو که سالهای قبل برای فقط مثلا فعالین برجسته و محصر تشکلات مستقل به کار میبرد دامنش رو گسترده تر کرده، جوری که میبینیم کارگر معدن البرز شرقی، کارگر باف، کارگر معدن چادرملو، کارگر آقدره، یعنی تمام این کارگرهایی که شاید هیچ وقت همانند برحال فعالینی که در صف جلوتری با دولت رو در رو هستن سر منفعت مطالبات کارگری روبرو نبودن، ولی باز میبینی که سر همون مزد روزانه شون هم دارن حرف میزنن، باز با اتهاماتی به این چنین مواجهن و پرونده سازی و برحال جریاناتی که میبینیم و مورد متاسف میکنن. پروین محمدی از وثیقه صحبت میکنه. تو خبرهای جدید داشتیم که در روز 18 آبان ماه داوود رفیعی به همراه دو کارگر اخراج دیگه در کارخانه پارس خودرو دستگیر شدن که بعدش این سه کارگر اخراجی به کارخانه مراجعه میکنن برای اینکه در مورد اخراجشون صحبت کنن و بعد بازداشت میشن و داوود رفیعی چون پول وثیقه‌اش نداشته بده نگهش میدارن تو زندان و پروین محمدی به این مسئله واقعی اشاره میکنه. ما خواهان آزادی بدون قید شرط هستیم به وثیقه و به طور واقعی الان این موضوع اعتراض کارگرانه. در رابطه با کارگران بازداشتی در شهرداری اهواز کارگران جمع شدن گفتن بازداشتی ها رو باید آزاد کنید، وثیقه هم نمیدیم، پرونده هاشون هم باید باطل بشه. و در بافق یزد وقتی کارگران همون دو سال پیش اعتراض، یکی از موضوعات اعتراضشون مسئله آزاد کردن تعدادی از کارگران بازداشتی بود، یکی از مسائل این بود که وثیقه نمیدیم و اونجا خانواده ها و کارگران و بخش زیادی از مردم با هم دیگه جلو فرمانداری تجمع کردن. این هم خودش یکی از موضوعات اعتراض هستش. خب دوستان، ما پیام های دیگه هم داشتیم اما به دلیل اختلال اینترنتی نتونستیم بگیریم، مثلا از پیتر تاچل، از کمپینرهای حقوق بشر، حقوق انسانی که در انگلیس هست نتونستیم بگیریم و من چون راهی سفر بودم این پیام به دستم نرسید و همینجور پیامی از اتحادیه شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و هومه بود که این اتحادیه هم پیامی رو میخواستن به دست ما برسونن. دبیر کل این اتحادیه جوی هارتمن از طرف 60,000 کارگر عضو این اتحادیه که متاسفانه باز به دلیل اختلال در اینترنت نتونستیم این پیام بگیریم، همونطور گفتم پیام ها رو جداگانه منتشر میکنیم. پیام دیگه هم بود از جنبش علیه بیکاری در افغانستان که این دوستان هم باز با مشکل اینترنت روبرو شدن و نتونستن پیامشون رو به ما برسونن، ولی خب همین که تماس گرفتن و خواستن پیام بدن در واقع هم بستگی خودشون رو با این کنفرانس اعلام کردن. کنفرانس ما به نظر من یک کنفرانس موفقیه با این همه حمایت و پشتیبانی که جلب کرده و متشکرم که تو این کنفرانس شرکت کردید. همونطور که گفتم مجموعه این پیام ها و این تماس هایی که بوده رو منتشر خواهیم کرد. کشتی کنفرانس از جمله اتحادیه کارگران همین الان با جلو من کشتی رانی استرالیا نامه به آیل او داده، ضمن اینکه حمایتی کرده اینجا به ما پیام
ویدئویی داده، همزمان نامه‌ای به آی‌ال‌او داده و اعتراض کرده به وضعیت ایران و اعتراض کرده به مماشات و اینها. در حال کنفرانس رو به انتها می‌رسونیم با تأکید بر خواستای این کنفرانس علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی. کارگران زندانی، معلمان زندانی، اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده، فعالین اجتماعی زندانی، آتنا دائمی، زندانیان سیاسی، همه اینها باید بدون قید شرط آزاد بشن. این اولین پیام این کنفرانسه. و نه تنها این، بلکه باید پرونده های تشکیل شده برای اونها تماما باطل بشه، از بین بره، و تمام احکامی که برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی صادر شده، از جمله 10 سال زندان برای جعفر عظیم‌زاده، 11 سال برای شاپور احسانی راد، 9 سال برای محمود صالحی، نمیدونم 5 سال برای داوود رضایی، 5 سال ابراهیم مددی، 5 سال برای محمود بهشتی، و این لیست که اینجا تصاویرشون رو میبینید، احکامی که برای اینها صادر شده تماما باید لغو بشه. نه تنها برای این، برای تمامی فعالین سیاسی و فعالین اجتماعی باید لغو بشه. و این کارزار رو ما ادامه میدیم. ما صدای این کارزار در سطح جهانی هستیم. متشکرم. Thank you.